وهابیت که در قرن 12 هجری توسط محمد ابن عبدالوهاب نجدی بر مبنای افکار و عقاید ابن تیمیه و با پشتوانه سیاسی و نظامی محمد ابن سعود در عربستان به وجود آمد. علمای اهل سنت از همان ابتدا با عقاید این گروه مخالفت کردند و آن را خلاف مبانی دین اسلام دانستند. در همین راستا 25 تا 27 اوت سال 2016 کنفرانسی با اجتماع بیش از 100 نفر از روحانیون اهل سنت در شهر گروزنی پایتخت چچن برگزار شد. نکته قابل توجه در این رویداد دعوت نشدن از مفتیهای اعظم عربستان سعودی بود. یکی از شخصیت‌های برجسته‌ای که در این کنفرانس شرکت داشت شیخ احمد طیب امام جماعت عالی مرکز الازهر مصر بود که در سخنرانی خود گفت افرادگرایان هیچ اشتراکی با اسلام ندارند و فقط مایل به گسترش یک ایدئولوژی افراطی در بین مسلمانان هستند و طوری که با اسلام در جهان به اشتباه گرفته می شود. در این نشست مفتیان اهل تسنن که از سراسر جهان حضور داشتند با تشریح اصول مذاهب چارگانه اهل سنت یعنی شافعی، حنبلی، مالکی و حنفی تعریف جامعی از مذهب خود را ارائه کردند که در آن وهابیت و سلفیگری تکفیری هیچ جایی نداشت. شرکت کنندگان در این اجلاس به اتفاق آرا این موضع را گرفتند که تروریست های تکفیری که با صدای بلند ادعا می کنند متعلق به اسلام سنی هستند از اهل سنت نیستند. این بیانات باعث شد روحانیون وهابی پادشاهی عربستان و نیز وهابیون کشورهای دیگر از این کنفرانس بسیار خشمگین شوند. داعش، القاعده و طالبان اصلی ترین طرفداران خارجی عقیده وهابیت در خارج از عربستان سعودی هستند. آیا کنفرانس اهل سنت در گروزنی بدون دعوت از مفتیهای سعودی میتواند نشانه نگرانی آنها درباره آثار احتمالی گروه‌های وهابی و سلفی بر مسلمانان باشد؟